دوستان عزیز، این مجموعه مختصری است از زندگی نادره دوران طاهر قرة العین که با استمداد از آثار مبارکه، تاریخ امر نازنین و نیز رسالاتی که در مورد ایشان نگاشته شده تهیه و تنظیم گردیده و با منتخباتی از اشعار عرفانی و پرلطافت این زن برگزیده دوران بابیه که برخی از خود اوست و برخی را به او نسبت می دهند به همراهی نغمات موسیقی به سمع شما می رسد. گردآوری، تنظیم و اجرای گفتار از شکوه رضایی. این برنامه به درخواست مؤسسه لایو یونیتی با همکاری هنرمندان ارجمند آقایان امان الله موقن تار، مهندس منوچهر وهمن ویولون، مهندس بهروز سنایی ضرب و با صدای شکوه رضایی تهیه و در ماه جون 1994 میلادی در ایالات متحده آمریکا ضبط شده است. Thank you.
گفته رسید یار برخیز ای خفته رسید یار برخیز از خود از خود بنشان غبار برخیز برخیز این بر سر مهر و لطف آمد این بر سر مهر و لطف آمد ای عاشق زار یار برخیز برخیز آمد بر تو طبیب غمخوار ای خسته دل نزار برخیز ای خفته رسید یار برخیز برخیز از خود بنشان غبار برخیز برخیز ای آن که خمار یار داری ای آن که خمار یار داری آمد می غم گسار برخیز برخیز ای آن که به هجر مبتلایی ای آن که به هجر مبتلایی شد موسم وصل یار برخیز برخیز ای خفته رسید یار برخیز برخیز از خود بنشان غبار برخیز 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 سال 1817 میلادی است. مجتهد بزرگ قزوین ملا صالح در
دارای فرزند دختری می شود که او را به نام همسر خود فاطمه و به نام مادرش ام سلمه نام می نهند. این دختر در بین اقوام و خیشان به نام زرین تاج شهرت یافت. ملا صالح جمعاً 3 فرزند داشت، 2 دختر و 1 پسر که به ترتیب سن طاهره، مرضیه و پسرش عبدالوهاب بودند. فاطمه یا طاهره ذوق و شوق بی‌نظیری در فرا گرفتن علوم زمان نشان داد. قوه نطق و بیان و طبع شعر طاهره در همه جا پیچید. طاهره در مسائل قرآنیه و احادیث اسلام چنان تبحر و علمی پیدا کرد که حلال مشکلات رجال و نساء قزوین شد، به طوری که از سن 13 یا 14 سالگی در جلسه درس پدر پشت پرده می نشست و به سوالات شاگردان جواب می گفت. هنوز 13 سالش تمام نشده بود که به رسم آن زمان او را به عقد و ازدواج ملا محمد، پسر ملا تقی، عموی بزرگ و متعصبش درآوردند. نیت خالص و پشتکار طاهره در یافتن حقایق و رسیدن به مقصود حادثه شگفت و پر اهمیت برای او پیش آورد. روزی ضمن دیدار در منزل پسر خاله خود ملا جواد، رساله یافت که دانست از رسالات سید کاظم رشتی است و مجموعه است از حل مسائل و معضلات قرآنیه و حقایق بیشمار که طاهره تا آن زمان در هیچ جای دیگر ندیده بود. خواندن رساله همان بود و از آن به حقایق آن همان. طاهره با خواندن آن دریافت که درست حدس می‌زده است، باید قرآن و احادیث معانی دیگری داشته باشند و درک حقایق آنها احتیاج به چشم باطن دارد. طاهره از این راه دانست که شیخ احمد احسائی مبشر ظهور جدید است و سید کاظم جانشین او. از شدت هیجان نامه‌ای به سید کاظم نوشت و با کمک عموی خود ملا علی به کربلا فرستاد. در جواب سید کاظم نامه‌ای سراسر لطف و محبت و دلجویی به طاهره نوشت و او را به لقب قرة العین ملقب ساخت. عشق یافتن حقایق کم کم طاهره را از لانه و کاشانه منزجر کرد، به طوری که موقتاً ترک شوهر و فرزندان نموده با اجازه پدر خواست که به کربلا و نجف جهت زیارت اعتاب مقدس سفر کند. مقصد اصلی طاهره یافتن سید کاظم و استفاده از محضر او بود. پدر برای اینکه فرزندش تمدد اعصابی بیابد به او اجازه سفر داد. طاهره به محض ورود به بغداد به سراغ معبود رفت. وقتی به منزل سید کاظم رسید دریافت که سید وفات یافت است. احزان فراوان او را فرا گرفت و خاموش و مبهوت ماند. همسر سید کاظم او را نوازش کرد و گفت سید مرحوم در باره تو سخنان بسیار می گفت و انتظار دارد که دست از تحقیق بر نداری و تا معبود را نیابی ساکت ننشینی.
طاهره وقتی شوهر خواهرش میرزا محمد علی عازم یافتن محبوب شد، او را مأمور رساندن نامه‌ای به حضور موعود کرد و گفت: میدانم که تو از این سفر دست خالی برنمی‌گردی. این نامه را به حضور معبود تقدیم کن. در راه بازگشت تو منتظر دریافت جواب این نامه هستم. میرزا محمد علی در مراجعت نامه حضرت باب را به طاهره داده، طاهره سر به سجود بر خاک نهاد و به شکرانه معبود پرداخت و مصمم و مطمئن و مسرور به قیامی عاشقانه برخاست. لمعات و وجه که اشرقت و شعاع و طلعت که اعتلا، ز چه رو الست و برب بکم نزنی، بزن که بلا بلا. شد از میان جور و ستم، هنگام لطف است و کرم. شد از میان جور و ستم، هنگام لطف است و کرم. ایدون به جوی هر سقم، شد جانشین قوت و رمب. ایدون به جوی هر سقم، شد جانشین قوت و رحم. آمد زمان راستی، کشی شدن در کاستی. آن شد که آن میخواستی، از عدل و قانون و نسب.
آشکارا وجه هر رفع حجاب گردید و حال از قدرت رب الفضل خیزید و کیندم با بهار ظاهر شده وجه